عدالت انتقالی، من این نکته‌ای که میخوام ارجش بگم اینه که ما اولین کشوری نخواهیم بود که این پروسه رو خواهیم رفت. کشورهای دیگه هم این پروسه رو رفتن. بنابراین حتما باید به نمونه عملی که در کشورهای دیگه انجام شده نگاه بکنیم. آمریکای لاتین، یوگسلاوی سابق، کشورهای بعضی از کشورهای فروپاشی شده شوروی، آفریقای جنوبی، اینا همه باید نگاه بکنیم. ولی تو همه اینها عدالت انتقالی در حقیقت در سه پروسه انجام میشه. اول اون پایه‌گذاری حکومت قانون توسط دولت جدید خواهد بود که بر سر کار خواهد اومد. دوم این هستش که در پروسه مجازات کردن، دادرسی کردن افرادی که جرم و جنایت مرتکب شدن به این صورت عمل نشه که یا همه عفو بشن یا همه مجازات بشن. بایستی که آمران و مأمورین مشخص بشن به طور گروهی و به قول معروفی و خدای نکرده فله‌ای کسی نخواد انتقام بگیره. از انتقام‌های شخصی جلوگیری بشه. چه کسی و چه افراد این کار انجام میدن؟ معمولا سه نهاد میتونه این کار انجام ده. یا سیستم دادگاه‌های داخلی هست که میتونه جوابگوی بررسی پرونده‌های زیاد باشه، یا اگر سیستم دادگاه‌های داخلی نمیتونه اونو پاسخگو باشه، از گروه‌های بین‌المللی درخواست کمک میکنه در اون دوران گذار عدالت انتقالی، چون ممکنه یک سال، دو سال در کشورهایی بوده، تا 5 سال تا 10 سال طول کشیده این پروسه. از دادگاه خارجی از کمک میگیره، یا اینکه مخلوطی از هر دو اینها هست، یعنی هم از دادگاه خارجی و هم از دادگاه های بین المللی، و یا اینکه خارج از اون کشور مثل دادگاه لاهه یا کشور سالس کشور دیگه ای اون دادگاه ها برگزار میشه. معمولا اینها نهادهای تصمیم گیرنده هستن. حقوق دانانی که بایستی برای این مسائل کار بکنن اگر قرار از نظام داخلی حکومتی ایران باشن، بایستی دوتا موضوع در نظر بگیریم. سیستم قضایی ایران در این سال بسیار فاسد بوده، قضات فاسد داشته. بنابراین نمیتونیم با همون افرادی که اونجا هستن رو این پروسه عدالت انتقالی جلو ببریم. معمولا تو کشورهای مختلف دنیا اتفاق افتاده که قضاتی که ناشایست بودن رو برکنار کردن تا از تعصب نسبت به موارد حقوقی جلوگیری بشه و به طور عادلانه برگزار بشه. همچنین فسادی که در قوه قضاییه کنونی ایران وجود داره باعث شده حقوقدان شایسته نتونن بیان جلوی صحنه اونقدر، و حقوقدانانی که لزوماً ممکن شایسته نباشن و شایسته سالاری ناپدید شده در ایران، اینها به پشت صحنه برن و افراد ناشایست جلو بیان، و باعثی در اون دوران گذار حقوقدان قوی که در ایران داریم و شایسته هستن وارد صحنه بشن و این پروسه کمک بکنن. نظام، یعنی حقوقدان بسیار قوی در ایران داریم، اون حقوقدان دولتی که ناشایست بودن و با فساد اومدن یا قضاتی که ناشایست هستن رو نمیگم، ولی پایگاه حقوقی قوی داریم که بتونه خودش پرسر آغاز بکنه، پرونده ها رو در دست بگیره. اما بسیار خوب هست که یک سری ناظران بین المللی هم داشته باشیم، توی سری مسائل کمک بکنن. اینکه ما چه قوانینی رو می‌خوایم در مورد این مسئله دادرسی جنایتکاران انجام بدیم کمک بکنن، و هیچ اشکالی نداره که یک به اصطلاح دیدگاه بیرونی هم توی اون دوران گذار به ما کمک بکنه. ولی لزومی نخواهد داشت که مثلا پروسه بعضی کشورهای دیگه که میرن توی کشور دیگه، به خاطر اینکه هزینه های دادگاه هم زیاد خواهد بود، اون رو ممکن نخواهیم انجام بدیم، ولی تو همون دادگاه داخلی با وارد شدن برخی حقوقدان بین المللی لازم باشه.